مرضیه حمیدی دختر 20 ساله افغان متولد در کشور ایران است. او در سال 2002 میلادی در دیار مهاجرت در کشور ایران چشم به جهان گشوده و مکتب را در آن کشور به پایان رسانیده است. دوشیزه حمیدی از 15 سالگی در ایران به ورزش تکواندو روی آورد که در اوایل وی را خانواده و دوستانش تشویق کردند که در این رشته ورزش کند. حمیدی در سال 2020 به افغانستان برگشت و شامل تیم ملی تکواندوی افغانستان شد، اما با تحول سیاسی در کشور رخت سفر بست و اکنون در فرانسه در شهر پاریس پناهنده شده و زندگی می کند. حمیدی در تلاش راهیابی به بازی های المپیک سال 2024 است و او برای رسیدن به این آرزویش تلاش می کند. مرضیه حمیدی هستم، عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان، 20 ساله، فعلا در شهر پاریس زندگی میکنم و تمریناتم هم همینجا انجام میتم در شهر پاریس و برای مسابقات آینده که مسابقات اینترنشنال و بازی های المپیک میباشه انشالله دارم آمادگی میگیرم و در ریفوجی تیم میباشم برای فعلا. حالا چون کشور ما نظام سقوط کرده من نمیتونم برای افغانستان رسمی شرکت کنم، فعلا در تیم مهاجرین میباشم تا اینکه ببینیم در آینده چی میشه. در افغانستان که بودیم پیش از سقوط نظام ما برای مسابقاتی که حالا مسابقات آسیایی بود یا خارج از آسیا مسابقات اینترنشنال بود ما آمادگی میگرفتیم که متاسفانه با سقوط نظام همه چیز خراب شد و نتونستیم که نمایندگی کنیم از کشور ما در مسابقات و تیم ملی بانوان کلن از بین رفت افغانستان و حالا که شما در جریان هستین ورزش برای زنها منع شده در افغانستان و تمام دختران ورزشکار متاسفانه در افغانستان بند ماندن و خانه نشین شدن. تفاوت ها خب اصلا ما نمیتونیم یک کشوری که حالا در اون رفاه و امنیت و حالا کشور جنگ زده نیست با یک کشور جنگ زده مقایسه کنیم، اصلا اشتباس مقایسه و ولی خب افغانستان یکم اگه سیستم تکواندوش برای بانوان ضعیف بود، رسیدگی کم بود، حالا دلیلش جنگ بود، نمیفهمم دلیلش چی بود، ولی خب ایجا حالا یکم اگه اهمیت میتن، ولی خب ایجا مقدری که باید کش داشته باشد تکواندو نداره، ولی خب خوب است نسبت به افغانستان بد نیست. هدفم ای است که ما افتخار بیارم برای کشورم و روز به روز که من اینجا هستم اما حس بیشتر میشه که من باید برای افغانستان افتخار بیارم تا تصویر جنگ کم کنم، تا نشان بتم که زنان افغان، حالا دختر مخصوصا در دنیای ورزش که ما متاسفانه نداریم، میخوایم نشان بدم که ما دختران افغان پر از پتانسیل هستیم، پر از استعدادهای ورزشی هستیم، ولی خب جنگ باعث شده که این استعدادها دیده نشه و رشد داده نشه. من میخوایم یکی از کسایی باشم که تصویر جدیدی از یک زن ورزشکار مبارز باشم، یک زن ورزشکار آزادی خواه.
Faire des feintes, esquiver, reculer, d'accord? On fait la même chose. Tac, tac, et quand ça démarre, négo, c'est pas bon. Le pied, il doit suivre, là. C'est pas bon de tomber comme ça. Voilà, c'est ça, voilà, voilà. Donc Marzier est arrivé au club au mois de mars dernier. Maintenant, ça fait pas mal de mois qu'elle est ici. Elle s'est entraînée après une reprise, après un long arrêt. Et du coup, elle a repris petit à petit et elle a énormément progressé, évolué. Depuis septembre, elle a commencé les entraînements avec l'équipe de France à l'INSEP. Ça a réussi à compléter sa formation. Marzier est une élève vraiment déterminée. Son point fort, c'est vraiment le mental. C'est-à-dire que quand elle a quelque chose en tête, elle va jusqu'au bout et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Voilà. Elle a décidé quelque chose et au bout de ses actions et de ses envies. مرزی حمیدی با تازگی در وزن 57 کیلوگرم توانسته است مقام سوم را در مسابقات تکواندو در کشور فرانسه به دست آورد. این بانوی ورزشکار افغان با نشر عکسش در اینستاگرام گفته است در این را برای افغانستان افتخارات بیشتری را کسب خواهد کرد. تکواندوی افغانستان تا اکنون در مسابقاتی که در کشورهای ایران و افغانستان برگزار شده است توانسته 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به دست بیاورد. او با دست گرفتن مدال هایش احساس و خاطراتش را به ما بازگو می کند. ما وقتی که حالا طرف این مدال ها نگاه می کنم یاد روزایی میافتم که من چقدر با شوق تمرین میکردم، سخت تلاش میکردم که افتخار بیارم برای افغانستان و پشت هر این مدال امو انگیزه بود که افتخار بیارم برای افغانستان، تمامش برای افغانستان است. ولی خب متاسفانه نتونستم به آرزوی خودم در داخل خاک افغانستان برسم. آرزومی بود که من از خود افغانستان به تمام مسابقات برم، در خود افغانستان من ورزش کنم، ولی متاسفانه تمامی ها از بین رفت و من دوباره مهاجر شدم به کشور فرانسه، چون من خودم در کشور مهاجر در کشور تولد شدم که مهاجر بودم اونجا و با انگیزه خیلی بالایی آمده بودم به افغانستان که اگر مدال آوردم برای وطنم بیارم، ولی خب نشد و تمام ما از وطن دور شدیم. ولی خب ایجام که هستم من هر روز برای افغانستان فکر میکنم و تمام تلاشمی است که مدال بیارم برای افغانستان. مرسیه بعد از تحول سیاسی 3 ماه در افغانستان زندگی کرد. این بانوی قهرمان تکواندوی افغانستان اکنون در جاده های پاریس برای آیندهش برنامه ریزی می کند و می گوید که مهاجرت و ناآشنایی با فرهنگ اروپا برایش آزاردهنده است. زندگی در فرانسه، کلا زندگی در مهاجرت سخت است، دور از وطن چالش های خودش داره. تو با زندگی را از صفر شروع کنی با مردمان جدید، فرهنگ جدید و تروما و دلتنگی ها نسبت به وطن ما.
ولی خب ما بازم دارم با این تلاش با این چالش ها دست و پنجه نرم میکنم، تلاش میکنم که از راه دور افتخار باشم برای مردم افغانستان و بتونم امو درد و رنج امو مشکلات با یک بردم او را به خوشی تبدیل کنم، گرچه که از ته دل خوش نیستم در غربت، ولی باید قوی باشیم و بتونیم محکم امیر راهی را که از اول شروع کردیم به پیش بگیریم. حالا محیط تمرین برام فراهم است، ولی خب اوقدر گل و گلزار هم نیست اینجا که کلگی از دور فکر میکنن اینجا چقدر گل و گلزار است، ولی خب با همون شرایط کمی یا حالا هرچی که برای من دادن دارم از او استفاده خودم میکنم که بتونم قهرمان شوم. ولی چالش ها همه جا هست به روش های مختلف. شاید در افغانستان ما چالش ها را به روش های دیگه داشتیم، اینجا هم چالش ها به روش های دیگه می باشه. ای که مهمترین چالش ها به نظر من ای که تو یک مهاجر باشی و در یک جامعه جدید که فرهنگش و زبانش و همه چیزش از ما متفاوت است، این خیلی سخت‌تر است نسبت به افراد جامعه دیگه که تو بخواهی رشد کنی و در قالب این جامعه شکل بگیری. به نظرم این خیلی سخت‌تر است که یک مهاجر باشی و از صفر شروع کنی و بخوای قهرمان شوی، یعنی یک چیزی که ذهنیت مردم اروپا از مهاجرین نیست که یا ناتوان هستن، این که بخوای نشان بدی که یک قوی و چی میگن با استعداد هستی، این خیلی مشکل‌تر است به نظرم. و امی مهاجر بودن خودش بیشترین چالش داره که مهاجر باشی که بخوای به یک جای برسی. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.